واشنگتن پست یک انترویو کرده بودن کتش گفته بود که ما تقریبا تا بالا 8 میلیون دلار 5 تا 8 میلیون دلار برام دادن. بسیار بزنس ها بزنس من هستن که بعضی چیزا نیست، مثلا ریپابلیکن هستن. بله چرا دیدین که موضوع سیاسی هم دیده داخل است؟ من شاید باشم ریپابلیکن هم رای اوباما میخوان جنگن شروع کن. چرا اوباما سه نامش به فهم ما عربی است؟ بله بله. نگه از این خاطر خودت تشید چطور است که مثلا من فکر میکنم از نگاه عکس العمل، از نگاه روانی، اگر ما شما یک عمل را تقیم میکنیم پر از تعصب و تعویض باشه، مثلا شما دیدین که اینا حتی سر خودت سر ما نامانان بعضی کسایی که میان خود پروفیسر میگن که اینا یهود هستن. بلی. و همی در حال که خودت هم گفتی در قرآن مبین چقدر تعریف کرده از یهودی ها. بله 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 بله. اما ببینید چقدر منفی بافیز مقابل یهودی ها. بله بله. یهودی ها رو بخید سه چیز واره کاکروچ رو بخید. کلچر است که انکشاف کرد و امی کلچر تعصب و نفرت در حال که قرآن کریم یکی از آیه دیگه هم بود. میریم به کمرشل میریم، بعد از او خطای دوستان روشن هستن میگیریم. خطشان در امی سوره عنکبوت است آیه 46 یاد میکنه ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. شما میگه با اهل کتاب، شما با اهل کتاب که یهود و نصارا است میگه تا امروشون صحبت نکنین مگر اینکه با زبان بسیار خوب، با بهترین مؤدبانه باشه، مؤدبانه باشه و بسیار با اخلاق باشه و با ادب باشه. چه قوازی است قرآن مبین هم گفته که با اهل کتاب؟ اهل کتاب تنها مسلمان نیست، اهل کتاب کل کتاب داره، کل کتاب حتی زردشت ها به هر کسی باید می کار شما رابطه نداشته باشیم با جز با صورت بسیار متمدن، با صورت بسیار مؤدبانه. خیلی چرا مسلمان ایره گوشت نمیگرم؟ گفتم که میاییم سر از این میاییم که چرا ما به سوی قرآن نمیاییم؟ آیا مسلمان هستیم؟ من بیننده های بسیار زیاد محترم، فقط یک لحظات ما میریم به کمرشل بسیار مختصر، باز در خدمت شما هستیم. خطایتان خطا روشن است، خطایتان رو میگیریم و به سوالاتان انشاءالله که پاسخ میگیم. با ما باشیم. Nopalea is a natural anti-inflammatory drink that helps the body put out the fire on inflammation. Every day, millions of people suffer from painful and uncomfortable conditions caused by elevated inflammation levels. Conditions including pain in the back, neck, hands, legs, and feet. Pain that is caused by fatigue, sinus flare-ups, skin conditions, nerve damage, and more. Now, there is an all-natural product that can help the body reduce chronic inflammation with no negative side effects. Nopalea is made directly from the natural, rich fruit of the Sonoran Desert's Nopal cactus. This amazing cactus survives the extreme hot and dry conditions of the Sonoran Desert, and it can help you too. Call now and ask how you can try Nopalea absolutely free. Global Dimensions. Be a part of a new growing company with a foundation built on respect, integrity, and core ethics. Join a professional team and earn the respect you deserve while being a part of history. Afghanistan needs your help. Refer a qualified candidate and receive up to $6,000. We are also accepting applications with green card holders. اسد باور، یک نام آشنا. همراهی با اسد باور یعنی همسو گام نهادن با سالها تجربه و اطمینان. سخت کوشی و پایبندی ما به اصول شما را باورمند به عملکرد ما خواهد ساخت. شهرهای میسیساگا، اوکویل، برلینگتون، میلتون و وودبریج حیطه کاری ماست. خرید و فروش خانه و املاک تجارتی، فراهم کردن زمینه دریافت قرضه برای خرید مسکن و داد و ستد تجارتی با کمترین بهره، مشاوره و راهنمایی برای سرمایه گذاری در تورنتو،
و رهنمایی برای آنان که نخستین بار اقدام به خرید خانه می کنند. ما آماده مشاوره رایگان با شما هستیم. باورمندی به انجینیر اسد باور را تجربه کنید. اعتماد متقابل راه پیروزی است. Care system, all three products, not for $49.95, not even for $39.95, but for the unbelievable price of just $29.95. And today we'll include shipping absolutely free, but it gets even better. As a thank you just for trying Wen, we'll send you two special free gifts. Wen Texture Balm, an easy rub-on balm to add texture and definition to long or short hair. And this specially designed hand-finished saw-cut wide-tooth shower comb. The two gifts alone are valued at almost $30. But today, you get the free gifts and the complete Wen Healthy Hair Care System, a total value of over $100, all for just $29.95 and free shipping. Wen is proven to increase hair strength and manageability, up to 70% after just one use. That's a difference you can see and feel the very first time you use it. That's why we're so confident you'll love Wen. It comes with our 60-day Shine to the Last Pump guarantee from trusted Guthy Renker. You can try Wen for 2 whole months. If you don't see and feel the difference in your hair, just send it back for a full refund, even if the bottles are empty. So you have nothing to lose but bad hair days. So call or click now. سلام عزیزان و همتان. من فراد سمی از بیمه KIS یا KIS Insurance Services. اگر بیمه موتر، خانه، بزنس صحی و تضمین های دولتی کار داشته باشید، با ما با تماس شوید. بیمه موتر شروع از $29.95 ماهوار. بیمه خانه کرایه شروع از $10 ماهوار. بیمه زندگی شروع از $10 ماهوار. چیز مخصوصی که داریم بیمه تاکسی است. ارزانترین قیمت از همه کرده. چرا با ما کار نکنید؟ با زبان خودتان صحبت میکنیم، قیمت ارزانتر از همه کرده و وعده عالی ترین تجربه بیزنسی. تشکر. برای اسپانسر شدن این برنامه لطفاً با ما به تماس شوید. Money can buy. It's so precise, it'll turn this plastic credit card into a precision cutting instrument. The Edge of Glory is no ordinary knife sharpener. Its jewel-hardened teeth hone any blade to a razor's edge that'll put the bite back into your dullest knife. It locks onto any smooth surface, then just draw the knife, and that old knife is ready for more. We took this plastic credit card and tried to cut a tomato. Nothing happens, but 1, 2, 3, 4, and now it's got an Edge of Glory that slices like magic. Call now and get the Edge of Glory for just $10.99. You'll also get a complete 3-piece knife set. They're a $20 value, yours free. But order now and you can double this entire offer. You get 2 Edge of Glories and 2 knife sets for $10.99. Order now and find out about free shipping. Call 1-800-592-9284 and get your Edge of Glory. But hurry, we're giving away a special offer on a second Edge of Glory and the knives with today's orders. That's 1-800-592-9284. Call now. عبیب رسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی. مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچک‌کشی، پول وکیل و انسپکشن شما پرداخت می شود. اگر توسط عبیب رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سهم وی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبیب رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید. شماره تماس 647-229-80. محترم، باز هم در خدمت شما هستیم. من با جناب دکتر سیب داوود نزار روی مطالب صحبت، مطالب بسیار مهم صحبت ما ادامه داشت که البته به صحبت های خود ادامه میدیم و ضمناً خطا و سوالات یا پیشنهادات و نظریات دوستان هم در این مورد میگیریم و امیدوار هستم که بیشتر دوستان ما در اطراف این موضوع بسیار مهمه که امروز ما چی نوع عکس العمل در همچون موارد
ما از خود نشان بدیم، برای زی که ما هم نماینده دین خود هستیم، امت پیامبر هستیم، ما پیامبرم بد معرفی میکنیم، کتاب خودم بد معرفی میکنیم، آیا همچو اعمال قرآنی و انسانی و اسلامی هست؟ در این موارد باید صحبت شد تا که ما بتونیم که یک دوستا و بینندای ما یک نتیجه خوبی از دین خود بگیرن و در آینده ما بتونیم که همچون مطالب را یا همچون مسائل را درست هندل بکنیم، درست عکس العمل نشان بدیم. در غیر از او در دنیا هم ملامت و سر افکنده خود بودیم و در آخرت شک درش نیست که برای یک مخالف قرآن ما عمل میکنیم. بله. خب بخلم اگر کدام خب بیایی خیلی خده میگیریم باز بیریم که برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن. خب خطای ما چرا اینطور میشه؟ خب بسیار خوب. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام آقای وثیق، سلام دوستان. سلام علیکم آقای وجاهت عزیز، چطور هستین؟ صحت شما خوب؟ صحت شما شما چطور؟ تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر خوب. خستگی ها رفع شد انشاءالله. تشکر، تشکر از دوچان، از تشکر شما. بله بله. سپاس میکنم. شما پیشتر سر مسئله کشته شدن سفیر آمریکا در لیبیا و ما میخوام به این باره دوباره امروز شما هم صحبت کنم که این مسئله اگر شما متوجه شده باشین این مسئله شکل بسیار سیاسی داشته. این منظور که بله فکر که میفهمین اوباما در سیاست خارجی بسیار موفق بوده تن بود و یگانه گورنمنت امریکا که با یهودیا همیش موفق نیستن، با نتانیاهو موفق نیست، بله گورنمنت اوباما است و به لحاظ اینا خواستن اگه شما بینید کسی که مسئله را این فیلم درست کردن یک یهود است و میخواه اینا به یک شکل مردم به مقابل اوباما بخیزانن، به مقابل اسلام بخیزانن، چون متاسفانه اکثر ما مسلمان های وضعی که ما از منطق خود کار میگیریم، از احساسات خود کار میگیریم متاسفانه. بله باید ما به مردم بفهمانیم که اینا کارهایی است که از طرف گروپ های مخالف اوباما این کار شده به خاطر که انتخابات نزدیک شده و میخواین که دوباره رپابلیکن ها دوباره به سر قدرت برسن. حتما واقعا همین نکته بسیار خوب است. بله ما میخواستیم سرمی هم گفت بزنیم. بلی. دو جان یک تحلیل سیاسی هم داره. بلی. چرا عوامل عناصر مختلف است که سریع عمل تاثیر داره؟ اگه باید تحلیل شو از این خاطر ما و مامو جان گفتیم که اگذر تحلیل نه تنها روانشناسی شو سیاسی شو تأثیر تحلیل مذهبی هم شو بسیار خوب است. بسیار عالی است. بله بسیار تشکر از این از تذکرتان آقای وجاه. خواهش میکنم ما مسلمان ها باید متوجه باشیم که ما را کسی سوء استفاده نکنه این موضوع. کاملا والا بسیار کاملا هم نظر هستم همراهتان. برای دیگه همراه داو جان نزار هم پیشتر البته پیش از این برنامه یاد کردیم که اگر ما همچو عکس العمل نشان میدیم این به این معناست که نبض ما به دست کسایی است که فقط یک نفر نبض ما را کنترل میکنه که هر چیز یک حرکت انجام بده و ما در سی مملکت امروز نارامی اینا هست از این ناحیه و یک چیز است که ذلت و خواری برای ما هست، باید مردم ما باید این متوجه شهر بره. تشکر قربان فاز تلفنتون. خواهش میکنم پروگرام بسیار مقبول شما را من اول مشاهده میکردم، نخواستم در اون وقت مزاحم شما شوم. تشکر. اما ترجیح بدم به دیگه بیننده ها در وقتی که شما تلفن ها را جواب میتین مخلی خط بیم بازم به شما لطفاً خوش بر هم به شما هم به دکتر سب تشکر کنم. انشالله تا بخیر دیدن و اینترنت خود به تمام بینده های تلویزیون زرین میرسونم. تشکر کنم. تشکر از خیلی با من خود. ما مامو جان میخواستم تشکر از نوجان
ما خود یک موضوع دیگر هم کمک توضیح بدیم. ما البته خدمت بیننده باید یاد بکنم خطای ما همه روشن است، خطایتان رو میگیرم، به سوالاتتان پاسخ میگیم. بخیر مختصر دکتر زیبک مطلب را صحبت میکنه. من کوشش میکنم از راه سیاسی و روانشناسی، خودت گفتم پیش ما خودت یک متخصص هستی به معنای واقعی تخصص، که از نگاه مذهبی باید تشریح داشته شود. چرا مردم گوش میکنن؟ مذهب رول مهم داره از نگاه روانشناسی. کاملا. این حالا باید مذهب چطور تشریح داده شود، مذهب چطور درس داده شود، مذهب چطور واضح شود. ما از نگاه روانشناسی عمل و عکس العمل، یک دقیقه اجازه شما میخواهم بگم که هر عمل زاده یک عکس العمل است و هر عکس العمل زاده یک عمل است، یا به جواب و عمل است که اومن یا پیش از واقع صورت میگیره یا در عین واقع یا بعد از واقع صورت میگیره. این حال ما از خودت سوال میکنم که ما تا جایی که ما مطالعه کردیم، مشاهده کردیم، یک روش بسیار منفی مقابل یهودی ها است از طرف مسلمان ها. اگر خودت تشریح بیتی که آیا امی تبعیض، امی دشمنی مقابل یهودی ها از قرآن شروع میشه؟ از خداوند شروع میشه؟ اگر خودت لطف کنی بگویی. ببینیم که قرآن، من خدمتتانم یه آیه چیز خواندم، آیه 46 سوره عنکبوت را خواندم خدمت شما، که یعنی خداوند در مجموع یاد میکنه که حتی وقتی با اهل کتاب شما صحبت میکنین به بهترین وجه باید صحبت بکنین، حتی کلمه خراب از دهانتان نبره، یا چیزی که یک حرکتی که طرف مقابل ناراحت بسازه. به این اندازه واقعا قرآن بسیار زیاد واضح است، قرآن بسیار زیاد واضح است. و به خصوص که شما در مورد یهود یاد کردین، یک آیه دیگه در سوره اعراف است در مورد عدالت کنین. همین آیه داره بخونین که به مردم واضح شه که خداوند، کلام خداوند این چیزا رو میگه. بله، ببینید آیه 159 سوره اعراف است، خداوند یاد میکنه که و من قوم موسی امتان یهدون بالحق و به یعدلون. از قوم موسی، قوم موسی کی بود؟ قوم یهودی هست، امت هست، یک کمیونیتی هست اصلا، که اینا یهدون بالحق، که در رای حق مردم را هدایت میکنند، در رای حق مردم را تایید میکنند، و به یعدلون، و خودشان هم در نور امو حق، نور امو زندگی میکنند و کار میکنند و اون چیز در امو خودشان هم پیروی میکنند از امو، و دیگران در امو را تشویق میکنند. یعنی واقعا چی هست؟ یعنی خودشان هم امت چیز پیروان خداوند بودن. بله، عبادت میکنن خداوند، و یعنی تو خدا رو رد میکنه، شکی درش نیست. البته مایر دوستا و بینندای بسیار محترمی برنامه در طول سالهایی را روش مرا متوجه شدن که ما هیچ وقت نگفتیم که تمام یک گروه خوب است یا تمامش بله. خراب است. حتی ما تا گفتیم که در بین مسلمان های مچک انسان های خراب است، در بین عیسوی هم است، در بین یهودی هم است، بودایی و زردشتی و بایی هر چیز. اما انسان حالا آیا میتونیم ما اونجان حضرت موسی را دو بزنیم؟ بله، نمیتونیم. غلط. اگر خوب، اگر ما حضرت اگر توحید حضرت عیسی را علیه السلام کرد هیچ کدام میشه. این حال بینید که بین اون از عوام اشخاص هستن، حتی ما خود نمیتونیم، من نمیتونم شخصی که بودا را دو بزنم. هیچ اصلا چرا ما چی حق داریم؟ امی بله کاملا که کاملا ما نمیتونیم. این حالا اگر گفته خودت ثابت ساختی که در قرآن کریم، قرآن مبین یا واضح آشکار، آیت هاییست که خداوند تعریف کرده یهودی ها را، پیغمبر یهودی ها را، خود یهودی ها را گفته، گفته اگر لطف کنی به یادت هست که گفته که بهترین قوم هاست، بهترین. بله، یعنی اصلا من میخوام امی یک آیه را خدمتتان بخوانم در سوره مائده، که در مورد امی در مورد مسلمان و یهود و مسیحی صحبت میکنه و میگه که لکل جعلنا منکم شرعت، آیه 48 است، لکل جعلنا منکم شرعت و منهاجا. خداوند میفرمایه که برای هر یک شما، او مسلمان ها، او مسیحی ها، او یهودی ها، ما بر شما شریعت و راه و رسم را قرار دادیم براتون. خب اونا به یک مسیر، به یک رای دیگه عبادت میکنن، مسیحا به یک رای دیگه عبادت میکنن، ما به یک شکل دیگه عبادت میکنیم. اما آیت دیگه سوره بقره گفته که اهل کتاب میتونین، همون را گلوت کنین بخونین، باز
که بله کتاب میتونین ازدواج کنین، بله کتاب نانشان رو بخورین. اون سوره مائده است، نمی سوره مائده است، من میخوام خدمتتون بگم آیه 5 آیه 5 سوره امی سوره مائده است. بله و درمی آیه که خدمتتون یاد کردم که خداوند میخواه که شریعت اینا براتون دادیم، اگر خواست خدا می بود که یک امت، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگر خواست خدا می بود شما را یک امت می ساخت که او نبود خواست خدا، یا یک پس پیغمبر پس حال چی؟ پس طبق الخیرات شما در کارهای خیر با یکی دیگتان مسابقه بدید. حالا بیاین ببینیم که کی در کار خیر پیش است. خب آیه را شما یاد کردین، در سوره مائده آیه پنجمش است که خداوند یاد میکنه که الیوم حل لکم الطیبات، چیزای پاک پاکیزه بر شما حلال شد، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لهم، و طعام حل لکم، و طعام یا غذای اهل کتاب بر شما حلال است، و غذای شما بر از اونا حلال است. و باز می فرمایه که والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن، یعنی خانمای اهل کتاب اونا هم ازدواج امرایشان حلال است که امرایشان ازدواج بکنه. خیلی خوب پس میرسیم موجون به این که تشکر کنال از نگاه روانشناسی، اگر خودت بگویی که خیلی اگر کلام خداوندی است، آیات مختلف و نفع یا با پشتیبانی یهودی ها یا عیسوی ها گفته شده با احترام قبل شده شد. بله. ای خیلی از کجا شروع شد این بدبینی و بسیار وضعیت خراب و دشمنانه ای مثلا بعض مسلمان ها مقابل یهودی ها و عیسوی ها؟ چرا شروع شد؟ چرا است؟ در قرآن نیست، خیلی برخلاف قرآن است. خب والا مسائل سیاسی شاملش هست، مسائل کلتوری شاملش هست، بیشتر شاید امروز مسئله اسرائیل و فلسطین بسیار خودش یک کار قدیم از شروع بگویم. اگر در قدیم اگر بگویم در قدیم اگر بگویم خب در قدیم در زمان پیامبر خدا اگر بریم دکتر سید به اون دوران بریم که 1400 سال پیش، در اون دوران در مدینه منوره فرضاً سه گروه یهودی بود، بین بنی نذیر، بنی قریظه و بنی قینقاع، سه گروه بودن که اون حالت کاملا حالت متفاوتی بود، برای از اینکه همه میخواستن به خاطر قدرت سیاسی چیز بکنن، کاملا مسئله مشخصی بود. اون وقت یک حالت دیگه بود که پیامبرام نظر به مو شرایطی که داشتن، نظر به برداشتی که میتونستن بکنن، دانستن که بسیار تشکر میتونستن که اینا چیز بکنن، شرایط را کنترل بکنن. اما ما امروز باید بهترین برخورد با همه انسان‌ها داشته باشیم، با همه کسا باید داشته باشیم، با همه دیان باید داشته باشیم، و بیاییم که یک چند تا خطا را بگیریم که ببینیم که امیر واضح بزازیم که بیننده سوی توام نشه که هدف ما خودت دفاع از یک مذهب و دیگه فنه، هدف ما خودت تحلیل است، کاملا تحلیل علمی است که چی چیزا باعث میشه که عکس العمل را تولید کنه. از نگاه روانشناسی امی کار که شده یک عکس العمل است. بله، ببینید که امی فیلمی که تهیه شده، من در ابتدا یاد کردم که همچو فیلم ها نباید از طرف هیچ گروهی بر علیه هیچ گروهی تهیه نشه، برای اینکه مقدسات هر گروه پیشون محترم است و باید انسان اگر به عقیده خود احترام داره باید عقاید دیگر را احترام بکنه. اما اگر اما اگر چیزای واقعی میشه که آقای وجوهات هم یاد کردن که مسائل سیاسی هم درش هست، اینان خب دنیای آزاد هست و ما عکس العمل ما قرآن کریم آیه 72 سوره فرقان به صراحت یاد میکنه که و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی با چیزای بیهوده و عبث مواجه میشین باید صفت مؤمن همیست که اونا با کرامت و عزت و سلامت به بسیار مسالمت آمید ازش رو زد شد. من مامو جانی بود که گفتم در حال که من قبول دارم عکس العمل یا تبصره که آقای وجاهت کردن، اما من یک نظری شخصی دارم. بلی. مثلا اگر امرای آقای اوباما من صحبت کنم، بلی، که نشته کردیم داکیمنت، وقتی که رئیس جمهور شدین اگر شما میخواستین در دنیای عرب و مسلمان یهودی یک صلح بیارین، چرا خیلی باعث نشدین؟ فشار دارین. امروز اسرائیل سال 45 بیلیون دلار از ما میگیره کمک، چرا نتونستی که اسرائیل راضی بسازی؟ وایس رئیس جمهور که بگه شما بتین فلسطین آزادی بده،
بتین یک موافقت کنین که مسلمان سعی کنین تا هر روز که روی تلویزیون میگه ما وفاداری خدا بستگی خدا با یهودیا هیچ با اسرائیل هیچ نمیشکنیم. خیالی بر مردم یک تفاهم خلق میکنه که نه والا تو طرفدار ما نیستی هنوزم طرفداره. امید است که یک چیزی شود که واقعا بیدار شد کمی مطالب مگذره واضح تر شد و یک تشنج بین ادیان از بین بره. هدف اساسی ما دکتر صاحب من خودم بسیار زیاد علاقمند از این هستم که تشنج از بین ادیان پیروای ادیان منظورم است باید برداشته شود و پیروای هر دین و آیین با هم دیگر با حفظ شعائر و مقررات خود شریعت های خود چرا کل از جا خداوند قبول دارن خدا ما یک خدا داریم و یک کسی که ما شما ازش آمدیم اولاد یک آدم هستیم و یک خدا معتقد هستیم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید ما میشنویم آواستان. بفرمایید. شما خوب جمع شما جوش تشکر سلامت باشید. زنده باشین. بفرمایید. سوال دارین از یاد ما باشین با معذرت نام فرید اسم از لاسنجز گپ میزنم. بله. ما یک سوال از شما و از رفیق شما دوست شما دکتر سفالی شما شک سوال بله. دارم. بله. بفرمایید. خب بفرمایید این سوال تنه ما بشنیم و آسانه شما منتظر دیلی و تأخیر نباشین بگوین گفت بزنید. بله بخاطر از این سب که پروگرام های افغان ها که هست در تلویزیون پروگرام های اسلامی هست و تلویزیون پروگرام شما هم هست و دکتر صاحب فرید هنس هم هست و بعض وقتا سر مسائل دینی دیگه تلویزیون هم گفت بزنه نمی فهمیم که کدام گفت ما پیرو کنیم. شما گفت دیگه هم بزنیم نوک گفت دیگه هم بزنیم نوک گفت دیگه هم بزنیم شما بیتر بین خود بشینین اما اصل گفت بکشین و در تلویزیون یک پروگرام جو کنیم بفهمم. بسیار تشکر سوال بسیار خوب است واقعا پیشنهادتان ما قدر میکنم برادرگان از تلویزیون بشنوین ببینین که برادر ما بسیار خوب پیشنهاد کرد که درد است که ما همیشه یاد کردیم اولی که ما اگر کانفیوز هستیم مخشوش هستیم قرآن کریم میگه که ما نیستیم دیگه رو میگم ما اونا هستن واقعا قرآن کریم ببینید به صراحت قرآن کریم امیر یاد میکنه دکتر زید میگه که خدمتان ما بخوانم امیر ایشم و ان هذا صراطی مستقیما آیه سوره انعام آیه 153 می خداوند اشاره میکنه که اینمی راه همین قرآن کریم این راه هست مستقیم هم هست فتبعوه ازش پیروی بکنین از قرآن پیروی بکنین ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله از راه های دیگه پیروی نکنین که شما را از راه خدا دور میکنه یعنی کانفیوز میشین افکارتان مخشوش میشه و اینطور سوالات در ذهنتان خطور میکنه که آیا ما از کی پیروی کنیم. ما مکلف هستیم از خدا پیروی کنیم. خدا جز قرآن کریم چیز دیگه را برای ما نمانده. قرآن کریم مانده بر ما و گفته که از این پیروی بکنید. آخر مگر اسناد دیگهش آیه سوم سوره اعراف اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم شما پیروی بکنین از اون چیزهایی که از جانب ربتان برتان آمده. خود جز قرآن کریم از جانب رب ما هیچ چیز آمده. آیه دوم سوره بقره را بخونید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. بله این کتاب شک درش نیست هدایت است برای متقیان و در امی آیه سوم سوره اعراف میفرماید که از امی چیزی که از جانب خداوند برتان وحی شده نازل شده از این پیروی بکنین ولا تتبعوا من دونی اولیا غیر از خدا کسی دیگه را ولیتان نگیرین کسی دیگه اختیارتان به کسی دیگه نسپارین به انسان نسپارین بر ملا و واعظ و این و آن اختیارتان نسپارین. شما فکر میکنین که یک ملا از مصر پشت تلویزیون برآمد گفت برای این کل جای با آتش بکشین که محمد توهین شده پیامبر ما توهین شده بله. کل مردم خیست اصلا فکر نکرد که ملا آیا با ملا مخالف قرآن است. قرآن چی میگه و ملا چی میگه اصلا. قرآن کریم با می فرمایه که و اذا مرو باللغو مرو کراما کراما وقتی با یک چیز نادرست و بیهوده برخورد میکنین شما با کرامت ازش رد شوین.
قرآن کریم می فرماید که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهل مخاطب ساختتانه، که امروز از طرف یک فیلم هم بطور یک چیزی شده، ولی کاملا شما میگه با سلامت ازش بگذارید، مثلا برسوایی نکشین، برسوایی نکشین، با مسالمت با مسالمت برخورد بکنین. خب مسلمان برخورد نمی کنه که کانفیوز است، مسلمان برخورد نمی کنه که من میگم رایش گمراهی است، مگر اون مسلمانه که یا با قرآن کریم چنگ میزنه، یا ایست که مسلمان است که اگر بسیار کم از قرآن میفهمه ولی قلب خوب داره، انسان خوب است، با بصیرت و بینش هستن و وقت قرآن برشان داده میشه میگیرن، و انسان ها مبرا هستن، واقعا پیش خدا محترم هستن. یک گپ دیگه هست مامو جان، که من گفتم از نگاه روانشناسی، از نگاه علمی بینین، ما از دیگه چیزا گپ نمیزیم، خصوصا خودت قرآن مبینه باز میکنی و میخونی. اینا را اگر اگر مسلمان واقعی معلومات داره و با این کتاب اعتقاد داره، خدا نقاط داره، خودت از خود نمیسازی. آیشان میگم برشان، سورشان برشان میگم باز میکنی قرآن مبینه، این قرآن ساختی سیایی نیست. بعضی کسا میگن که آقای نظار یا آقای مانسی کتاب سیایی رو میخونه، نه، کتاب است که از جانب خداوند وحی شده. اینا را اگر شما قبول میکنی، باید کنفیوژن شما، تشویش شما از بین بره. اگر قبول کنن و اگر تسلیم خدا ما شویم. اما اگر یک آدم دیگه از خود آیت میسازه، یا از خود حدیث میسازه، یا از خود تعبیر میکنه، خب خیلی اینو باز کنین. قرآن را ترجمه فارسی شما است، بسیار عالی ترجمه است. چرا مامو جان از ما شما گفت پیش است، اون ترجمه عربیش است، خودش میفهمه فارسیش. اما کسایی که بلد نیستن عربی را باور کنید، فارسی هم ترجمه شده. من شش ترجمه قرآن مبین دارم به فارسی که به اندازه روان ساده و آزاد است. مثلا قمشهی، محمود فولادوان، بختیاری زاده، سه نفر دیگه. باور کنید یک کتاب که از طرف مثلا من قرآن های کریمی که از طرف ممالک اسلامی چاپ شده، مثلا دکتر مهدی فولادوان، بلی، قرآن که چاپ شده در ایران 70 میلیون کاپی چاپ شده. ببینید بله، کاملا اینال شما بخونید با فارسی، عین گپی که مامو جان میزنه، ما خواندیم و مقایسه کردیم. اینال ببینید، اگر شما میگین که مرا آقای محمود واسیق کانفیوز میسازه، مشاش میسازه، آقای نزار، آقای شفیع رایل، شما ببینید شفیع گفتم عیار، بخونید از نگاه علمی، از نگاه روانشناسی. ما برای شما خدمت شما عرض کنم بیننده محترم، که پرنسیپی که ما تعقیب میکنیم در فاکولتا و در مکاتب است که شما تا حد امکان معلومات بدین به مردم، معلومات هم که ایکس معلومات میشه، که معلومات از منبع واقعی اسلام مستند. شما معلومات بدین، تصمیم و بانی که خود انسان بگیره کاملا، مثل که ما گفتم، ما مامو جان پیشتر گپ میزنیم که در معنی عیسویا تا چند وقت پیش طفل که تولد میشه دیگه بپتایز میکنن، سرش دیگه راو میکنن واسه اونا، مثل که در اسلام چی میگن، آزاد میکنن در گوش مردم. اما حال امریکایی ها را که ببینین، عیسوی ها را میگن نه، شما بانه که طفل 21 ساله شوه، که خودش مطالعه کنه، بسنجه. 21 ساله که میگن شما حتی تقریبا در سالهای آخر فاکولته میرسید، یعنی خوب مچور هستن، با بالغ هستن، اینا رو میفهمن، منطق هست، انتخاب خودشان بکنن. برادر محترم لطفا خدایی تو کاراکتر نتین که شما یک گودی واری شیشتین که یک آدم بیای شما رو کوک کنه، و این حالت است که متاسفانه ما داریم، دماغتون رو پاک کنه. نه بخونین، اگر آقای فرید یونس یک چیز میگه، آقای ستار سر سیرت یک چیز میگه، آقای خانم سیمین عمر یک چیز میگه، فلانی فلانی، اگر آقای نزار میگه، آقای وسیق میگه، گوش کنید گپشون. شما نام خدا کسایی هستین که سنتون پیش رفته، منطق اگر نمیتونی، زور منطقی نمیرسه. امروز در امریکا در کوچک کالج است، شما برای منطق یاد میتادم چطور تحلیل کنید، تریمی اینه که یاد گرفتین شروع کنید. مثل که مامو جان کرد، مثل که ما کردم، از 1962 شروع کردم. ببینید ما از همون کلچر آمدیم، چرا با می درجه رسیم که از نگاه زور ما قبول نمی کنیم هر کس که باشه. از همون خاطرم اتو شما خواهش نکنین، اختلاف نظر یک چیز عادی است، ما قبول کنم نمیتونم برم کت شمشیر پولی که ساده شون بگم تو یا قبول کو گپ ما موجانا یا میکشم. بله بله، اون رقمی اگر باشه دیگه خوب اصلا هیچ چیز نشه. اون دیکتاتوری است که بین ما و شما، اگر تو هیتلر و استالین فرق نیست. البانین که مردم نظر و تجربه شخصی نظرات مختلف دارن، اما شما گوش کنین. نه من حق دارم که اگر آدم دیگر بگم نگذنی گپ، نه اون حق دارن.
اما اگر خواسته باشیم بسیاری اشخاص نمیخواهند. چرا؟ که امی کسایی که درباره اسلام گپ میزنن کدام کسی است که شما ببینید بیننده محترم که قرآن کریم را واس کنن بخوانن به این قسمی که ما مجان واسق میکنن. از این خاطر عکس العمل تولید میشه. اگر شما حرکت دشمنانه حرکت پر از خصومت میگیرین انسان دیگه هم قدرت داره. امروز ما بارا گفتیم مامو جان اسرائیل در حدود تقریبا 2000 بم اتم داره که خود سریازه میشه امروز گفت و این بم های اتم هر کدامش 200 مگاتن قدرت تخریبی داره. یعنی خدمت شما عرض کنم اگر یکی از او بم ها را ما در لاس انجلس انفلاق بتیم اما چیز با شمول کوه سنگ از سان دیگو تا سانتا باربارا با خودی به خاکستر تبدیل میشه. خوشما سریازم گفت که ما هر مملکت اسلامی را هر مملکت اروپایی را مثل روسیه و جرمنی یا سر پایتختاشون سر شهرشون دو ما پروگرام کردیم. اگر یک انسان میای ما را حمله میکنه ما سر بما را یا میکنه شما ببینید اگر پنج از بما را اعلام کری زمین امید است که هم صلح اینا باشه و صلح برقرار باشه و بتونیم که ما از این چیزا استفاده بکنیم و احترام به قاعده یکی دیگر تکرار کنید باره انگلستان که گفت انگلستان امریکا بله ببین که دشمن بودن اما امروز ببینید کاملا بزرگترین رفیق هستن کاملا و برزی که زرنگ هستن برزی که فکر میکنن ما باید فکر بکنیم ما کاملا و برادر ما که بیشتر زنگ زدن یک پیشنهاد هم کردن که اگر شما کلگ یک جای بشینید که پیشنهاد برادر محترم و دوستای بسیار گرامی یا بیننده بسیار محترم ما همیشه این پیشنهاد کردیم که هر وقتی که اگر خواسته باشین بشینین ما در خدمت شما هستم ولی قرآن اساس کار ما اگر قرآن اساس کار ما هست که شما همه ما ادعا داریم که قرآن برش ایمان داریم اگر قرآن اساس کار ماست چرا من کانفیوز نیستم من مخشوش نیستم من رایم بسیار واضح است آفتاب و روشن است یعنی قرآن کتاب ما است و پیش یک خدا از یک خدا آمدیم و به سوی یک خدا میرم اگر شما به مو اساس معتقد هستین و عمل میکنین ما در خدمت هستم همیشه شما می برنامه را بگیرین ما در خدمت هستیم بین بشین مسائل خلا حل بکنیم اما مامو جان خودت شنیدی که بعض وقتا ما شنیدیم که میگه خداوند چی گفته اما مقصد خداوند تو بوده دیگه من دیگه مقصد خدا خداوند مهم نیست چی گفته خداوند نمیفهمی چی میگم من میگم براتون که هدف خداوند انسان ها انگیزه خداوند چی بسیار متاسفانه بسیار جفایی کرد تو این داره قدم میدونی که خداوند شما خبر داره بسیار جفایی کرد بیاییم که یک چند تا خطا بگیریم خطای دوستان ما بسیار در لین منتظر ماندن برنامه تفاهم در پرده قرآن بفرمایید برنامه تفاهم در پرده قرآن بله سلام علیکم آقای وکیل و علیکم السلام و رحمت الله تشکر سلامت باشین بفرمایید زنده باشین آقای وسیق اما قسم که گفتین شما قرآن عظیمشان چیزی که در قرآن عظیمشان گفته درست است کل اگه انسان ها قبول داره ما به قرآن تابع هستیم قرآن کتاب خداوندی است ولی در پولی قرآن اما قسم که شما میفهمین هر کتاب را که اگه انسان میخوانه در مکتب میره دکتر سب نظر گفتن فرض کنیم در یک یونیورسیتی در یک جای میره یک معلمی هست که مورد تدریس میکنه بله اما دوست داریم چون مکس کردیم ما براتون بگویم که معلم بزرگ نمی قبولونه باورین در صنفای ما اگر شما بیاین از درجه لیسانس تا درجه دکترا ششتر متعلمین وقتی که ما گپ میزنم اولین روز سمستر میگم که وقتی که ما گپ میزنم اگر میخواهی رد کنین برین تحقیق کنین بیایی بگوین که ما اینی معلومات جمع کنیم نه منظور ما آقای نزار منظورم از معلمین یونیورسیتی بود منظور ما ای بود که حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم بهترین معلمین بوده که برای انسان قرآن درس داده ببینین برادر گل که ما گوش به خط میباشین که ما امرایتان صحبت بکنم یا قطعتان کنم از تلویزیون بشنوید حقیقتان میکنم شما از تلویزیون بشنوید ببینید که همین مطلبتان رو چون گرفتیم که همیشه سوالای دوستای ما در این مورد هست قرآن کریم فقط 5 دقیقه پیشتر من آیه سوم سوره آل عمران خدمت شما خواندم خداوند فرمود که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم پیروی بکنین از اون چیزی که از جانب ربتان آمده ولا تتبعوا من دونه اولیا و از جانب و جز غیر از خدا هیچ کس صاحب اختیارتان و ولیتان نگیرین قلیل ما تذکرون بسیار اندکی از شما پند میگیره و یه چیزیست که امروز خب اون معلمه که بهترین معلم پیامبر خدا بود
در زمان خود بودن، برداشت کردن، بهترین حالت آوردن، یک حکومت اسلامی را ایجاد کردن. آیا اون معلم امروز در بین ما هست؟ آیا مگر شما برادرای مخلص معلم میشین؟ آیا شما فکر نمیکنین که به نام از پیامبر نیم میلیون روایت را ساختن و بافتن؟ آیا ما از او قبول بکنیم بگوییم او معلم گفته؟ یک ذره فکر بکنیم، فقط یک اندازه فکر کار داره. اون روایات ساختگی را برش ساختن و به نام پیامبر گفتن و امو پیامبر در امی کتاب های حدیث که ما گفتم انتخاب میکنم چیزی که مطابق قرآن است و در پالوی قرآن کریم ابدا من نمیگذارم، برای اینکه قرآن مجزا هست. و در این کتاب های حدیث آمده که پیامبر خدا فرمود که من یک چیز براتان گذاشتم، ترکتو یعنی بر شما یک چیز را گذاشتم که اگر برش چنگ بزنین گمراه نمیشین، و قرآن خدا، قرآن خدا هست. و یک موضوع دیگر من آقای وسیق باید امیر شما واضح بسازین بر بیننده که من شما سوال میکنم، لطفا امیر تشریف بینید که آیا خداوند نظر به قرآن مبین اجازه میداد حضرت محمد که وکیل یکی باشه؟ نگفته بود چند آیت سگلتون بخونه که تنها وظیفه شما چیست؟ بشارت است. بله کاملا بسیار پیام برسانی از امون خود پیامبر یا پیامبر میگه بسیار حتی بارها یاد شده. یعنی گفتم که فرضاً فکر کنید در یک سوره غاشیه را که اگر ببینیم خداوند میفرمایه که فذکر انما انت مذکر، تو پن بته، فقط وظیفه تو پن دادن است، تو معلم هستی یا معلم هستی یا مواسج خود زیاد است که ما علیک الا البلا. اصلا هیچ اصلا فرضاً در سوره قاف است، ببینید سوره قاف میگه که نحن اعلم بما یقولون، ما میفهمیم که اونا چی میگن، و ما انت علیهم بجبار، و تو بر سر از اونا جبر کردن نمیتونی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فقط با قرآن او کسایی را، یعنی فقط آیت قرآن با اونا بته بگو بخون که اونا کسی که اگر نفهمید برن تحقیق. و ما علیک الا بلا خود بارها آمده در قرآن عظیمشان که یعنی ذکر شده که وظیفه تو فقط بلاغ هست که برسانی این پیام را، و ما این کتاب را امروز داریم و این کتاب هیچ نوع کم بوده نداره. برادر خواهر ما میتونه که دقت بکنن در مسائل خودشان فکر بکنن. پیشتر که آیه دوم سوره بقره را که خودت خواندی دالک الکتاب لا ریب فیه بر هدایت متقین با تقواست، خیلی نگفته که از رای محمد یاد بگیرید هیچ وقت. ببینید محمد پیامبر خدا، بعضی کساز دکتر سیب که ما بینندای ما افغانای عزیز ما باید زرنگ باشن، باید بصیرت و بینش خود را حفظ بکنن، چرا بسیار زیاد سوء استفاده از پیششان شده فوق العاده. بعضا گفته میشه از این موعظین یا فرضاً یک وایز یاد میکنه که طور مثال خب کسی که حدیث قبول نداره خیلی قرآن قبول نداره. ببینید اصلا این جمله منطق نداره، هیچ نوع منطق نداره، ولی باز از دهان اونا اگر اجندای خود را دارن که میخوان کلام چیزی که خودشان میخواه خواست خود را مطرح بکنن، ولی بینندای ما باید بیدار باشن که آگاهانه فکر بکنن، برای از اینکه کلام در قلب مبارک محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده. این کتاب خواه از یک جای نامد مثل مرمنا واره که بگن که در یک جای فرزن یک قاب طلایی است و برین و بکشین و احکام در اونجا برتان است، او در یک چیز نبود. خوی قرآن کریم به شکل پیس میل نازل شد، کم کم نازل شد در قلب مبارک نازل شد و در ظرف 23 سال من از کتاب آمد. پس این قرآن، کسی که از این قرآن پیروی میکنه اونا کسایی هستند که پیروی محمد صلی الله علیه وسلم هستند، و کسایی که غیر از که از این پیروی میکنن اونا پیروی محمد صلی الله علیه وسلم نیستن، مگر اینکه به نام هستند و چون به نام زده شدن گفتن به نام که گفته پیامبر است، در حالی که دوست گفته دشمنان پیامبر بود که کتاب را به نام پیامبر ساختن و امروز مسلمان مخلص بار است پیش امیر ماموجا. اگر شما آدم عقل خود به کار ببره، ما که پیشتر موضوع در پروگرام خودم گفتم این دوزر اجازه شما میخوام یاد کنم دلی؟ استقلال و آزادی چیست؟ آزادی است. اگر ما سوال کنیم که حضرت پیامبر اسلام کی را تعقیب میکرد؟ خداوند. و قرآن کریم هم میگه قرآن کریم هم میگه ببینید در سوره انام، سوره انام آیه 106، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کو از او چیزی که از جانب ربت برات آورده.
از جانب ربت، از جانب خالقت برای آیه 106 سوره انعام، لا اله الا هو، جز خدا معبود دیگه وجود نداره. و اعرض عن المشرکین، و از مشرکین دور باش. مشرکین کسایی هستند که از چیزهای دیگه پیروی میکنن که غیر خود، غیر خدا که دیگر مقرر میکنن. یعنی غیر خدا، انسان ها هم رول دارن در هر دین و آیین بوده، در بین ما هم قرآن معجزه سا ثابت مانده و ما باید این رفت بکنیم. شما ببینید مانجان شما... اگر کل ادیان از خداوند یک تا حرف میزن، اوی سویت، خصوصا ادیان ابراهیمی که مو سویت از ایسایت اسلام، اینا اگر کل ما شما حتی زردشت ها بودا کل از اون یک خدا گم میزن. اینا اگر ما شما توجه کنیم سرمی یک خدا، ببینید چی یک نتیجه خوبه، اتحاد در دنیا با اتحاد کامل میاره. کل ما انسان هستیم، انسان از یکی دیگه فرق نداریم بدون شک. اینا اگر قبول کنیم و حتی این پیغمبر ها خداوند را تعقیب میکنن، اطاعت میکنن، چی حضرت عیسی و چی حضرت موسی، پیغمبر رو فقط پیام آوردن دیگه، کار نکردن. اینی را اگر گوش کنیم قربان، اینی از منطق خودم گوش کنه، اگر نگذاریم از امو خود رو من پس میروم یک دقیقه که گفتم که تعریف آزادی در روانشناسی و سیاسی چیست تک مامو جان، که آزادی استعداد و قدرت تصمیم گیری است در امور زندگی، مانای آزادی که ما هر روز در مکتب و فاکولته میرم درس میدم و مردم گوش میکنن و برشان با ثبوت میرسن که مانای ازی چیست. آزادی مانایش عبارت از قدرت و استعداد تصمیم گیری است که چطور زندگی تان شما تصمیم میگیره. و استقلال چیست؟ استقلال است که شما نوکر یا غلام خود نقه با گوش دیگران نمیشید، کاملا از خود مستقل هستید. مستقل چیست؟ به اساس دماغ خود، به اساس عقل خود، به اساس منطق خود. اینا اگر شما هر کس که میباشه برتان میگه، باور کنید اگر من حضرت موسی علیه السلام پیش شما به گپ بزنم میگم تشکر، گوش میکنم. حضرت عیسی علیه السلام گوش میکنم، باز دماغ خود با کار میبرم. کنالا در مامو جان که گفت در شرایط امروزی کدام چیز مفید است که من تعقیب کنم؟ بله، همین حرکتی که شده ببینین، همین فیلم که ساخته شده، بله همه خطا کردن، اما خطای آزاد از نگاه روانشناسی است، یک عکس العمل است. یک یهودی کنه، من مصاحبه شدیم، با نازه خشمگین است مقابل مسلمان ها و گفته که من 200 فیلم میسازم. اینال خب ببینید چرا یک کار کنیم که یک سلام علا شدید بسازیم. میدونیم از رای که مامو جان گفت، از رای تواضع، از رای انسان بینی، واقعا قرآن کریم برای ما میگه، قرآن کریم برای ما گفته. و ما امیر خواهشم از بیننده محترم، خطای ما همه روشن است و خطا را میگیرم، تقاضای ما از بیننده بسیار محترم هم است که در مورد امی مطلب، برای اینکه امی مطلب ما یک اندازه واضح شود که قرآن کریم اینقدر مشخص هست، اینقدر واضح هست که چی نوع برخورد و عکس العمل ما در همچون موارد داشته باشیم. آیا ما این قرآن پیش ما اهمیت داره؟ مگر اینکه اگر به زبان هست، به زبان ما، به زبان مؤمن هستیم، اصلا سود نداره. ما باید عمل بکنیم به این کتاب. ما امیدوار هستم که برادر خواهر ما ای را در این مورد صحبت بکنن. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. وعلیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلامت باشین، زنده باشین. سلام باشین. و علیکم السلام، بفرمایید. صدا شما صدا می‌دهم. آوازتان یک اندازه بسیار جرم، کمک دورتر از تلفن شاید باشین یا نزدیک هستین بسیار، اگر کمک آوازتان است. خوب شده؟ بهتر شده یک اندازه. بله، بفرمایید. خب، در این باب رابطه علی سنگ تامینامه غیر اخلاقی که نصفم یا چند نفره خدمتون برزه اتون بلی؟ بگم دانی داره فن نکن یا چند نفره صحبت کنم خدمتون. بابا شما میتونیم شما درک کنید چی میگن؟ نه ولی من خیلی شما دوباره زنگ بزنین، بسیار افه میخواییم آواستان بسیار چیز هستید فامیده نمیشه که سرم چی مطلب صحبت میکنیم. با عرض معذرت برادر بگل، برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله، سلام. سلام فاریگل، بفرمایید، من در خدمت شما هستم. درس محترم، سلام به شما. سلام بر شما. در پروگرام خوب و آموزنده دارین، همیشه پروگرام شما رو تعقیب میکنم. آقای واسق، شما من سوال دارم. بله، بفرمایید. باز دانشمندان میگن که وقتی که شما حضور نداشتین به قرآن شریف دست نزنین، برزی که آدم خود وقتی که حضور میکنه قرآن شریف میخونه یا نماز میخونه، باز وقتا در استراحت می باشه، دفتن نمی شودم، بیدار می شه یا نارام می باشه یا چی،
و میخواد که رو به سوی قرآن شریف ببره یا بگیره در بغل خود یا دعا کنه، آیا او وقت میتونه آدم یا ببینید که هیچ وقت پیشمو دانشمندا هیچ نگردین خوار گلم، برای اینکه دانشمند حقیقی خالق ما هست که در قرآن نازل کرده. قرآن کریم هیچ جای یاد نمیکنه که شما باید وضو داشته باشین قرآن بخونید یا وضو داشته باشین قرآن بشنوید. یعنی پاک باشه یک مؤمنه که وقت کتاب مقدسش پیشش بزرگترین یک چیز مهمی است و حتما دستش پاک می باشه که قرآن کریم بگه، دستش آلوده نمی باشه، اما وضو ضروری نیست. بعضی اوقات من خودم گفتم یکی دوباره در تلویزیون هم یاد کردم که بعضی اوقات در بستر میفتم یک مطلب یادم میاد یک آیه اونموجه میخیزم وضو هم ندارم و دستم میشویم فقط قرآن آواز میکنم و آیه میگم، آیهش میگیرم، نوت میگیرم برای اینکه باز فردا فراموشم نشه. و کاملا شما بسیار خوب سوال کردین، شما آزاد هستین هیچ نه، اما ای که اگر غسل نمی داشته باشدم بله غسل باید پاک، بدن پاک باشه که باید چی کنه. بله گپ شما در فقط آدم به فکر کامله به جای شما که آدم میخیزه از جای وقتی که استراحت میکنن یا دفتن آدم نارام میشه یا خسته میشه یا میخواه به قرآن شریف رو ببره دست بزنه در سینه خود بگره یا دعا کنه. ما بسیار سوالتان خوب بوده خوارگال، بسیار تشکر میکنم از لطفتان، خواهش میکنم. و ضمناً یک نکته دیگه هم به خاطر ما آمد که همینجا دکتر زیب که ببینید که شاید اگر کسای آگاهانه همین گپا را زدن برای اینکه مردم از قرآن دور کردن است. چرا چقدر یک نفر فرزن وضو نداره، ساعتها وضو نداره، ای در قرآن دست نزنه، در حالی که من در جایی که میشینم تلویزیون رو میبینم، برنامه ورزشی میکنم، یک برنامه داریم در پالیوم، یک میز ماندگی است، دو سه چهار تا قرآن کریم است، هر چیزی که واقع میشه قرآن باز میکنم میبینم. اگر روزو نداشته باشم تنبلیم بگیره که برو روزو بگیر دیگه باز بیا و اصلا تو یک چیزی نیست. و از نگاه علمی مامو جان نظافت یک چیز نسبی است. وقتی که دلتان گفته شما دلتان پاک، دل پاک باشه اینا بعد وجود ما شما بیننده محترم میفهمی از نگاه طبی هر لحظه هزارها میکروب و هزارها اسید و مثلا عرق میکنه تولید میکنه، شما نمیتونه اگر شما برید دستتان بشوی فقط یک ثانیه میگه که تا پس بیایی پس هم تولید میشه در هوا باشه در هوا است. اینا رو شما اصل مطلب فکر کنید که اصل مطلب اصلا شما میخواید کتاب یاد بگیرید، قرآن مبین یاد بگیرید، فرق نمیکنه. این نظریه ما است. من در هر حالتی که باشه گفتیم مامو جان هر حالتی که باشه میرم واس میکنم میخونم. چرا؟ دماغم پاک است، دلم پاک است. ای ششتن شما با او شما را یک لایسنس داده نمیتونه که شما بری بدون از که مثل که اینا گفتن در بستر یک چیز یادمه میرم قرآن واس میکنم. هیچ کدام گناهی نیست، چون قرآن خود با گفته خود قرآن و با گفته خداوند ای برای هدایت است. هر وقت که دعایت ضرورت باشه واس کنیم پشت از این نگرده که خصوصا یک ملا را تلفون کنیم و بگه برو اول وضو کن و با دستای آره دیگه همین متاسفانه این سوال هاست که یعنی گفتن یا ایست که متوجه نشدن همین حقیقت یا ایست که خب آزادی خود از دست نتین وقتی که خودتان فکر میکنین این کارتان صحیح وقتی قرآن کریم مانع نشده هیچ ممانعت وجود نداره. از همون خود گپ قرآن من میخاطر اجازیتون باشه همون گفتم که یک شیرینا من بخاطر ماست که شیر داریم میخواین نانه در باره تعصب و تبیس اگر میگه که چون به می ارتباط آمده یک چند خط دیگر آمده بگیریم باد از او باز شیر حتما بخاطر یاد ما نمیره همون گفتم آن یک شیران باز چیز میکنیم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام آقای وسیق. و علیکم السلام و رحمت الله. احترامات بر آقای نزارم میرسانم. تشکر میکنم. بفرمایید. بسیار پروگرام مقبول جالب است. میشنوم بیشتر آقای نزار بسیار سوال مقبول کردن که از نقطه نظر مذهب و قرآن عظیم شان در پیش شما است. امور تشریح کنین که در کجا قرآن عظیم شان گفته که مسلمان ها در مقابل یهود باید دشمنی داشته باشن و ما به اساس تفسیری پیشتر که شما داشتین که این فیلم یهودی ها درست کردن بدبختانه، من میره سوال میکنم این سوال از آقای داود نزار میکنم که در کجای کتاب از اونا نوشته است یا امید یک جیزه است که اونا
یک قدر برخلافی در مقابل دین اسلام داشته باشن یا مسلمان ها داشته باشن، از نقطه نظر امو پروفشنال که خودشان داره و از نقطه نظر اگه در کدام کتابشان است. اینی می سوال و میخوام عین سوال کنم، برای اینکه شما بسیار مقبول جواب دادین از روی قرآن عظیمشان، بسیار خوب گفتین. من عین سواله که اونا چرا در مقابل مسلمان ها جبه میگیرن یا برخلاف اسلام هستن. این یک سوال بسیار جالب است، میخوام بکنم و از شما بسیار تشکر. وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله یاد میکنین، احترام میکنین، سر ما مسلمان ها بسیار خوش میخوره برای ذکر مو رحمت بار پیغمبر ما سر ما احترام داریم برشان تا پای جانه. کاملا بسیار تشکر، خواهش میکنم. خدا همراهتان باشه. پیغمبر گرامی ما بوده که به خاطر رهبر ما بود، قهرمان بود. من پیشتر تعریف کردم قهرمان کارای کرد، تشبث کرد، قدرت تحرک نشان داد که آدم بشناسه او را. ببین یک قوم شکسته عرب و متحد ساخت نساخت اصلا. در اون کتاب که صد رهبر، صد انسانی که به اصطلاح تاپ، انسانهای تاپ یا بسیار چیز بوده، در کتاب که نوشته کردم نام کتاب فراموش کردیم، 100 influential personalities or something، محمد صلی الله علیه وسلم اولینشان هست. همین که شما گفتین که بیشتر که روز دیگه ما شما گفت بیدیم که سوال خوار ما میادتان داره برد که حضرت پیامبر ما شما علیه السلام که از مکه ما مدینه رفتن، میبینیم که چرا امو قومایی که شما چند قوم عرب بود و قوم یهودی از این خواهش کردن که بیان عربی که بین ما، چرا اختلاف سیاسی بود جنگ بود. بله پیامبر حضرت محمد صلی اللہ علیه السلام گرفت یک قانون اساسی نشته کرد. اولین قانون اساسی تحریری در اون دوران انجام شد و یک محکمه دایر کرد که مردم اختلاف دارن، یک قمد یهودی ها بین خود عربا و یهودی ها می آمدن. این از این نشان می ده که یک نشان داد، یک نشانه که طرفداری بدون تعصب نداشت، تبعیض نداشت که مردم پیش می آمدن. یعنی پیامبر تبعیض می داشت، پیامبر نمی تانست که باشه، برای اینکه او پیامبر بود که وقتی گروه مسیحای نجران آمدن که ما میخواییم امرایتان صحبت بکنیم، صحبتشان یا میتینگشان، ملاقاتشان در داخل مسجد نبوی صورت گرفت. داخل مسجد نبوی. امروز مساجد هست که مسیر نمیمانه که وارد مسجد چهر مساجد هست امروز. یا ممالک اجازه در حالی که او پیامبر 1400 سال پیش گفت بیایی نمیجه، و اونا گفتن که بعد از یک ساعت دو ساعت گفتن ما میریم و عبادت میکنیم، وقت عبادت ما از بیرون میریم. پیامبر خدا گفت نه، عبادت شما بیرون نرید، این عبادتگاه اینجاست. عبادتگاه اینجاست شما عبادت است. نه گفت شما همینجا عبادت تا نکنید، ما بیرون میریم. ببینید شما به این انداده و پیامبر آری از تحصیل. یا فرض کنید یکی از خانمهاش یهود نبود؟ یهود مسیحی. یکی از خانمهاش عیسی نبود؟ بله. ببینید بعض نمونای کارهایی است که آدم باید تعقیب کنه. تو با ما همیشه میگم که مطلق گرا و مطلق سرا نباشیم. علم یک چیز، اگر یک چیز نسبی است علم آدم داشته باشه. اگر شما زندگی را تعقیب کنید، ما سوال شما داشتم اونجا که اگه سوال خوار ما سوال چه بود؟ سوال شانی بود که اگر فرزندمی که بعضی یهودیایی که بر علیه مسلمان ها فرزندتر چیزا جور میکنن و دشمنی دارن، آیا در کتاب از اینا هم تو یک چیز اینا از تاریخ بگیم؟ ما دارم 3-4 قسم مختلف تورات رو داریم. اون در بایبل هم بخونیم 5 کتاب اول است، تورات است. اینا حالا ما هیچ وقت نخوندیم که خوب وقت علم خدا ما نگم عقب هم بود، آینده هم بود. میفهمید که بعد از حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر دیگه میاره، پیغمبر دیگه میاره یا پیغمبر دیگه رو انتخاب میکنه. اینا حالا اگه میتونست به حضرت موسی بگه که بعد از چند صد سال بعد یک پیغمبر دیگه میاره، نامش هم حضرت محمد است،